سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان اینوان فرصت شمار امروز را. سلام شاگردای عزیز، امیدوارستم خوب باشین. خوشحال هستم که توصیه های صحیح و نکات بیداشتی را مراعت میکنیم. امروز باز هم درس از ادبیات دری صنف هفتم داریم. حتما درس های گذشته را خواندین و کارهای خانگی خودم انجام دادین. امیدوار هستم که کتاب و کتابچه و قلم نزدتان موجود باشه تا در جریان درس بعض نکات مهمه یادداشت کنیم. درس امروز ما و شما چی هست؟ مضمون دری قسمه که گفتیم. درس 24 موضوع درس داستان کوتاه چیست؟ هدف درس ایجاد علاقه و آشنایی با داستان کوتاه و قواعد نگارشی از جمله سمیکولن در متن درس است. خب در ابتدا ما و شما شروع میکنیم از قواعد نگارشی. میخواییم که قواعد نگارشی را در متن درس چی کنیم، شناسایی کنیم. شروع از چی میکنیم؟ از قواعد نگارشی و بعدا درباره داستان کوتاه گپ میزنیم. قبل از اینکه درس را شروع کنیم چی میکنیم؟ یک ارزیابی از درس گذشته داریم. در درس گذشته در قواعد نگارشی ما و شما چی را خواندیم؟ کامه را خواندیم. یک جمله بگین که حالت دوم کامه را نشان بده. بسیار عالی. معلم دری ما که یک شخص مهربان است، او همیشه مشکلات درسی ما را حل میکند. ببینید معلم دری ما کامه آمد، بازیر چی کرد؟ تشریح کرد که یک شخص مهربان است، باز کامه آمد، او همیشه مشکلات درسی ما را حل میکند. در آخر نقطه چند کامه داریم ما اینجا؟ یک کامه و دو کامه. حالت دوم روز پیش هم ما و شما تشریح کردیم که پیش از جمله ها و عبارت هایی که شرح و تفسیر جمله ها و عبارت های پیشین باشه گذاشته میشه، و در اینجا به مو مناسبت در این جمله به دو جای چی آمده؟ کامه آمده. خب حال ما و شما قسمی که قبلا گفتیم ما از قواعد نگارشی شروع میکنیم که امروز به درس امروز ما قواعد نگارشی امروز چی رو میخوانیم؟ سمیکولن، یا ببینین یک کامه که در زیرش نقطه داره در اینجا نشان داده شده. ببینین یعنی که ما واو سرچاپان میگیم که در قسمت پایینش نقطه است. این به نام سمیکولن یاد میکنن. خب کی بر ما گفته میتونه که تا به حال چند قسم علامه توقف خواندیم؟ بسیار عالی. چند قسم؟ دو قسم. کدام کدام؟ نقطه. بسیار عالی. دیگه چی؟ علامه کامه. ما نقطه را ببینین یک توقف طویل بود و کامه توقف چی بود؟ کوتاه بود. و سمیکولن کدام توقف است؟ توقف است که چی باشه؟ کمتر از نقطه و طولانی‌تر از چی باشه؟ از کامه باشه. ما حالا میخوانیم متن که در متن چی گفته. خب در اینجا آمده که سمیکولن نشانه وقف یا درنگ و مکسی است، طولانی‌تر از کامه و کمتر از نقطه و بیشتر در موارد زیر به کار می رود. برای جدا کردن عبارت های مختلف یک جمله طولانی که به ظاهر مستقل و در معنا با یک دیگر وابسته و مربوط باشد. ببینید مثل چی؟ مشک آن است که خود گوید، باز سمیکولن، نه آن که عطار گوید. این جمله ما چی میشه؟ یک جمله است که به ظاهر چی مستقل معلوم میشه، اما در معنا اینا با هم دیگه چی دارن؟ ارتباط دارن. یا جمله دیگه شو توجه کنین، دوست واقعی آن است که یاد شاطر باشد نه یاد خاطر. در اینجا هم اینمی به ظاهر چی ماشاءالله میشه؟ مستقل، اما با در معنا با یک دیگه چی هستن؟ وابسته اند. خب در حالت دومش در کجا استفاده میشه؟ در جمله های توضیحی پیش از کلمه ها عباراتی چون اما، زیرا، چراکه، یعنی و عبارت دیگر برای مثال و مانند آنها، به شرط آن که جمله های پیش از آنها کامل و غالبا طولانی باشد. برای نمونه ببینید، مال و جاه اجگاه نمیتوانند آرامش بخش روان انسان باشند. باز چی مانده؟ سمیکولن، به خاطر که بعد از او چرا آمده؟ چرا که تنها با یاد خداوند دلها آرامش میابند. خب این دو حالتش بود که سمیکولن نه ما در متنها چی میکنیم؟ باید مراعات کنیم یا چیزا که نشته میکنیم در کجا باید از سمیکولن استفاده کنیم. خب حالا ما میریم پس در بخش داستان کوتاه میخوانیم که داستان کوتاه چی هست و چه قسم نوشته میشه، کدام قواعد باید در نوشتن یک داستان کوتاه چی کنیم در نظر بگیریم.
خب قسمه که قبلا هم اشاره کردم داستان کوتاه، داستانی را میگن که ایچی از نامش پیداست، بسیار با وقت کم، یعنی در نیم ساعت الا دو ساعت او خوانده شود. داستان کوتاه را میتونه نویسنده از تخیل خود نشته کنه یا یکی یک واقعی حقیقی باشه راجع به او یک داستان چی کنه نشته کنه. حالا ما میبینیم متن میخوانیم و در جایش بعض کلمات که مشکل است، مغلق است، او را تشریح میکنیم و همچنان که سیمیکولون هم در متن چی میکنیم نشان میدیم. داستان کوتاه بیان رویداد واقعی و یا تخیلی را گویند که نویسنده با طرح منظم شخصیت اصلی و محوری را در یک واقعه چنان تصویر میکند که تأثیر بر خواننده وارد میسازد و یا داستانی هست که کوتاه باشد و در ظرف نیم تا دو ساعت خوانده شود. داستان کوتاه به مفهوم امروزی آن که معادل شارت استوری انگلیسی و ناول فرانسوی هست در اوایل قرن 19 میلادی تقریبا همزمان در امریکا، فرانسه و روسیه پدید آمد. نخستین کسی که به صورت جدی به این نوع ادبی پرداخت و نظریاتی را در این باره ارائه کرد ادگار آلن پو، شاعر و داستان نویس امریکایی که در بین سالهای 1809 و 1849 میلادی بود که او را پدر داستان کوتاه می نامند. ببینین سیمیکولن آمده، نه تشریح میکنه جمله را. همچنان گوگل و چخوف روسی، گیدوما پاسان فرانسوی، عزیز نسین ترکی از جمله داستان نویسان مشهور جهانند که در افغانستان میتوان از دکتر محمد اکرم عثمان، جلال نورانی، بابا کوهی، سپوجمه زریاب و دیگران نام برد که آثاری در این نوع ادبی نگاشتند. داستان کوتاه دارای سه رکن می باشد: شرح، گسترش و نتیجه، که اغلب با نقطه اوج. ببینین اوج چی است؟ نقطه اوج در نقطه اوج داستان که می رسد، شما در بعض درامه ها و فلم ها هم دیدین در نقطه اوج اینی مثلا عناصر که در داستان هستن اینا دفتن با هم روبرو میشن. عناصر که مثلا ببینین یک مثال میتونم دهی، مثلا وقتی که پلیس بعد از مدت ها تلاش که میخواد مثلا نمو قاتل دستگیر کنه و با او دفتن با او روبرو میشه، اونمون نقطه حوج داستان است. نه و یا در اون مایه، و با در اون مایه چی هست؟ در اون مایه امو خود مفهوم یا معنی که مثلا در داستان است، یعنی فکر حاکمی که در داستان است، همون فکر حاکمی که در داستان است، او رو چی میگن؟ او رو در اون مایه میگن. مثلا در اون مایه میشه که در داستان کشمکش ها رخ بده یا ای که پیام را که امو داستان میرسانه ای را چی میگن؟ در اون مایه میگن. و با در اون مایه ویژه خود را در آخر به گیریگوشایی، خب اینه در آخر به گیریگوشایی هم شما میفهمین که یک تفاهمی که در داستان رخ میده، مثلا یک غلط فهمی که در داستان میشه، در چی روزمره هم شما دیدین مثلا بعضی ها یک چیزی که دزدی میشه او را میگن که فلانی دزدی کرده، یک شک سرش میکنن، نه یک غلط فهمی میباشه، باز بعدا معلوم میشه که دزد اصلی کی است. اما گیرگوشایی اونمو هست که همون تفاهمه که اما اشتباهی که رخ داده اونمو چی شوه؟ پس امو باز شوه مدیری و به حقیقت پی ببرن. اصولا مقدمه چینی ندارد و تقریبا از الهام خالی هست و به سرعت به گیریگوشایی منتهی می شود. داستان کوتاه به جای پرداختن به تمام زندگی، بخشی از آن موضوع کار داستان نویس است. داستان کوتاه باید دارای ویژگی های زیر باشد. ویژگی هایش می خوانیم که چی ویژگی ها داره. کوتاه باشد، پیرنگ منظم یا پیرنگ منظم و منسجم داشته باشه. خب پیرنگ باز برتان تشریح میشه، اینجا هم پیرنگ او رو میگه که حوادثی که در داستان است را به شکل درست چی کنه، به شکل درست هم حوادث ترتیب و تنظیم کنه. خب فقط یک موضوع به یک موضوع بپردازد، یک واقعه بزرگ مرکزی داشته باشد که واقعه دیگر برای تکمیل آن بیایند. زبان واقعی یکی نباشد، شخصیت هایش محدود باشد، ولی یک شخصیت اصلی داشته باشد، غالبا شخصیتی با شخصیت دیگر یا خود
یا با فکر و اندیشه ای درگیر است، کامل باشد از نظر خواننده. این چی بود؟ ویژگی های یک داستان کوتاه بود. خب آغاز قسمی که قبلا در متنم خواندیم، آغاز میانه و پایان داشته باشد. اصولا ارزش داستان کوتاه در چی هست؟ در پیام رسانی، همدردی و انتقاد سخت از جامعه نهفته است. یعنی داستان کوتاه باید انتقاد از جامعه داشته باشه، او پیام رسانی کنه، مشکلات که در جامعه هست رو برسانه پیامش. خود در توضیحات ما اینا رو پیشتر براتون تشریح کردم، اوج داستان بود و گیری‌گشایی بود و این چیزا تشریح شد قبلا در متن درس. قسم قبلا گفتم، حالا ما میبینیم که نقطه اوج قبلا هم تشریح کردم، بازم میگم نیروها و عناصر که سر ناسازگاری دارن، این با هم سر ناسازگاری دارن، با یکدیگر روبرو میشن، مثل روبرو شدن پلیس با قاتلی که مدت‌ها به دنبالش بود. اینه چی میگه؟ نقطه اوج داستان در متنم تشریح شد. در اون مایه قبلا هم تشریح شد، فکر حاکم در داستان کشمکش یا کشمکش هایی که در داستان است، پیام اصلی داستانو میره میگن. ممکن است این در اون مایه چی باشه؟ شجاعت باشه، استقامت باشه، یا ای که عشق پایدار باشه. گیری‌گشایی هم قبلا تشریح شد، بازم میگم برطرف شدن سوی تفاهمات و یا با حادثه یا حوادث اطلاق میشد و دنبال اوج داستان رخ میدهد و سرنوشت قهرمان را نشان میدهد. این را به نام چی یاد میکنن؟ گیری‌گشایی. دیگه آمدیم پیرنگ چی است؟ حوادث را در داستان چنان ترتیب و تنظیم میکند که در نظر خواننده چی بیه؟ منطقی جلوه نماید. نقل حوادث با تکیه بر روابط علل و معلول. این را به نام چی یاد میکنن؟ پیرنگ در داستان. ما گفتیم که در وطن، در کشور عزیز ما، نویسنده های بسیار مشهوری وجود دارد که از جمله یکی از او دکتر اکرم عثمان است که یک داستان کوتاه زیاد نوشته، یک کتاب عزیز به نام مردار قول است که در او داستان های زیاد گنجانیده شده. از جمله یک داستانش مرد و نامرد است که این را من یک قسمت شبرتان میخوانم. باز توصیه میکنم که کتاب بگیرین و این کتاب حتما بخوانین، باقی داستان خودتان بخوانین. من یک قسمت از این داستان براتون میخوانم. ببینین در این داستان و در مورد کی هست. گفتیم مرد و نامرد یک قصه هست از چی؟ در باره یکی از شخصیت های برازنده که در خرابات ایزیست و در خرابات چشم از جهان پوشید. چی؟ استاد قاسم است. کی در مورد استاد قاسم کی این داستان کوتاه را نوشته کرده؟ دکتر اکرم عثمان این داستان کوتاه را نوشته و ما یک قسمت از این داستان را میخوانیم، به خاطر که شما با زیر ادامهش کتابش معرفی میکنم، کتابش بگیرین از کتابخانه ها و این داستان تا آخر بخونید. به بچه سقا خلف روستایی و ساده دل غازی مرد خبر میبرند که قاسم به خاطر کسی شبها گریه میکند و هوای امارت امیر را ندارد و او هم نوکرانش را میفرستد تا قاسم را شبا شب حاضر آورند. وقتی استاد برد میرسد، او را تنهای تنها در تالار خلوت و بزرگ رها میکنند، در همان تالاری که شب باداب سفرنگی مناظره داشت و غازی مرد مروریدهای غلطان سرشکش را با دستمال حریر و معطر سترده بود و ستون تکیه می کند و نیرنگ روزگار را به یاد می آورد. دقایق بعد فشار دست سنگینی بر شانه هش اس می کند و رو بر می گرداند. بچه سقا موقر و آرام می پرسد استاد بالاخره آمدی ها؟ استاد سلام می کند و منتظر فرمان می نشیند. اما بچه سقا به رغم تصور قاسم می گوید استاد کار دنیا همین قسم است. دیروز دیگه پادشاه بود، اما امروز ما دیگه وفا ندارد. بیا که بریم در دربار غم غلط کنیم. سپس بچه سقا و قاسم وارد تالار دیگری می شوند که در آن درباریان دست به سینه منتظر ورود فرمان روا بودند. بچه سقا بعد از جلوس با لحن و لجه خاص از قاسم میپرسد شنیدیم که شبها گریه میکنی ها؟ قاسم با تواضع پاسخ میدهد بله قربان. بچه سقا میپرسد پشت کی؟ قاسم جواب میدهد پشت امیر. بچه سقا میپرسد عمو دشمن مره میگی؟ قاسم جواب میدهد نه خیر، عمو دوست خدا. بچه سقا استفهام آمیز میگوید خو خی خوب شد، معلوم شد تو هم
دشمن استی. قاسم با فروتنی پاسخ میدهد، من نه خیر سایه، من و دشمنی از هم دور استیم. بچه سقا میپرسد چطور؟ قاسم جواب میدهد برایی که من دشمنی را یاد ندارم. بچه سقا با شک و تردید میگوید چی میفهمم؟ خدا بهتر میداند. قاسم میگوید و استغفر الله، من دروغ یاد ندارم. بچه سقا میگوید عجب، هیچ دروغ نمیگی؟ قاسم جواب میدهد هیچ وقت. بچه سقا میگوید نه، شد نداره، دنیا قلب شده، زمانه پر از دروغ شده، باورم نمیشه. بچه سقا میپرسد دشمنی چی؟ آیا دشمنی را میاد نداری؟ قاسم جواب میدهد بله سایه، اگر دشمنی کنم دیگه دلم چرک میشه، بیسوز میشه. بچه سقا میگوید شوه که شد، پروا نداره، چی نقص میکنی؟ قاسم جواب میدهد چرا سایه، سینه که بیسوز شد صدام بیسوز میشه. او وقت ساز از دستم میره، هیچ میشم، خانه خراب میشم. بالا پر بچه سقا میپژمورد و دقایق طولانی و چرت میرود و از آن و بعد بیان که سرش را بردارد میگوید خب چی یاد داری؟ بخوان که دلم دق است. قاسم با کمی استرها میپرسد صاحب بساز؟ بچه سقا میگوید راست میگی، دست خالی آمدی ها؟ قاسم جواب میدهد بله صاحب، مگمون میکنم که مرا برای کشتن میبرند. بچه سقا میپرسد خوب چی تا بیارن؟ کتی چی میخوانی؟ قاسم جواب میدهد قربان، کتی دستیم، کتی رفقایم، از یک دست هیچ وقت صدا نمیآید. بچه سقا با جنباندن سر تصدیق میکنند و آن وقت نوکران امیر دسته استاد را آزر میکنند و قاسم بی کینه و دروغ، بی عقد و عصب در مقام بیروی مثل یک عاشق صادق میگوید گلستان وفا بوی تو داره، شقایق لاله روی تو داره، همون مایه که از قبله زند سر، چه آینه عکس از روی تو داره، نسیم صبحدم بوی تو داره، شمیم هر دو گیسوی تو داره، سر عاشق هوای سجده چند به میراب دو ابروی تو داره. بچه سقا آهسته آهسته از مجلس رها می شود و به دشت ها می رود، به وادی های شمالی. استاد باز ناله سر می دهد شمالی لاله‌زار باشد به ما چی؟ اما بچه سقا قبل از این که استاد مصرع دوم را بخواند مثل اسفند نیم سوخته از جا می جهد و برآشفته می پرسد خب واقعی داستان شما بخوانین، کتاب داستان براتان که براتان معرفی میکنم. ببینین مردار قول است، یک کتاب است که در داستان های زیاد گنجانیده شده و نوشته شده که مجموعه داستان های کوتاه دکتر محمد اکرم عثمان. شما میتونین این کتاب از کتابخانه بگیرین و این کتاب مطالعه کنین و از خواندنش لذت ببرین. داستان های کوتاه زیاد در این کتاب گنجانیده شده. شاگردای خوبم، امیدوار هستم تا به این قسمت درس شما کدام مشکل نداشته باشین و درس یاد گرفته باشین. حال خلاص همی کنیم درس ما راجع به چی بود؟ داستان کوتاه بود. گفتیم که داستان کوتاه داستانی است که نویسنده با خلاقیت و قوه خیال خود آن را می سازد و در مدت کوتاهی خوانده می شود. داستان کوتاه دارای آغاز، میانه و پایان است. همچنان پیرنگ، نقطه حول و گریگشایی دارد. شخصیت‌هایش محدود است و تنها بخشی از زندگی را موضوع قرار می دهد و ارزشش چیز در پیام انسانی آن نهفته است. و همچنان درباره چی خواندیم؟ در قواعد نگارشی درباره سمیکولن خواندیم و سمیکولن هم فهمیدیم که در کدام موارد از این باید ما استفاده کنیم. خب این بود درس امروز ما. حالا اگر ما ارزیابی میکنیم درس خود، میبینیم که شما چقدر از این درس چی کردین استفاده کرده دانستین. فعالیت اول گوش کنین، میگه کدام یک از نویسندگان زیر صاحب داستان کوتاه میباشند؟ الف ویکتور هوگو، ب ادگار آلن پو، جیم بابا کوهی، دال گزینه ب و جیم. کدامش تاییست؟ بسیار عالی، دال درست است نه؟ یعنی گزینه ب و جیم. ما گفتیم که ادگار آلن پو و بابا کوهی اینا چی هستن؟ داستان های کوتاه نشته میکنن. خب سوال دیگهش قسمی است که داستان کوتاه و کدام داستان گفته می شود. گفتیم که داستان کوتاه و داستان گفته می شود که دارای پیرنگ هم داشته باشه، حوجم داشته باشه
و همچنان در وقت کم خوانده شود، از چه وقت در بر بگیره؟ نیم ساعت یا دو ساعت ایره در بر بگیره و دارای چی باشه؟ دارای آغاز باشه، اگه آغاز داشته باشه، میانام داشته باشه و بالاخره ختم هم باشه، نه آخرش. دیگه در داستان کوتاه قهرمانایش هم گفتیم چی است؟ محدود است، این قهرمانای زیاد نداره و تمام زندگی را، نه یک بخش از زندگی را مورد چین تحقیق قرار میده و را نوشته میکنه. خب داستان کوتاه دارای کدام ویژگی ها است؟ خواندیم که گفتیم کوتاه باشه، پیرنگ داشته باشه، حلق داشته باشه و بعض موارد دیگه هم است. در جاهای مناسب جمله های زیر علامت سمیکولن را اضافه کنید. ببینید احمق را ستایش خوش آید، چون بشنود احمق تر شود. در اینجا در کجایش میتاریم؟ احمق را ستایش خوش آید. اینجا چی میمانیم؟ بعد از اینمی آیت چی است؟ در نظر شما آیت از نگاه گرامری یا از نگاه قواعد نگارشی به نام چی هست؟ فعل است، نه؟ بعد از اینم فعل آیت چی میمانیم؟ یک سمیکولن، چون بشنود احمق تر شود. سیست؟ دوست واقعی آن است، آن است که یاد خاطر باشد، نه یاد خاطر. ای خود درستان هم آمده، ایرم خودتان در کتابچه نوشته کنین و در جای مناسبش سمیکولن نبانین. خب در اینجا شما میتونین که این جمله را بخونین و سمیکولن در کجا گذاشته میشه او را کار کنین در خانه. خب پیرنگ چیز و در داستان کوتاه چی نقشی دارد؟ ایره پیشتر شما خواندین، باز هم شما خودتان ایره زیادتر در موردش تحقیق کنین و بنویسین که چی است. خب فعالیت ها زیاد است، فعالیت ها کارخانگی تان است در خانه و خیلی ایره چی کنین انجام بدین. کارخانگی تان چیست؟ شما چی میکنین؟ یک داستان کوتاه را از پدر و مادر و یا با استفاده از کتاب مجله در کتابچه تان چی میکنین؟ مینویسین. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. امیدوارستم لذت برده باشین و موضوعات درک کرده باشین. در خانه که رفتین یک بار دیگه مرور کنین درس ها و کارخانگی های خودم انجام بتین و همچنان درس روز آینده رو یک مرور کنین. خداحافظ ناصرتان تا درس آینده.